عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه هموطنان عزیزم. پوریا بهرادکیان هستم از برنامه اینفوگرام و کانال بهرادکیان. به شما عزیزان سلام و درود میفرستم. خیلی خوشحالم که این موقعیت رو به دست آوردم تا در قالب یکی دیگر از برنامه های خودم خدمت شما باشم و با همدیگه گپ و گفتگویی داشته باشیم. برنامه امروز به اعتقاد خودم برنامه جالب و جذابی است، چرا که خیلی از شما عزیزان اسامی رو که من در این برنامه میخوام راجع بهشون صحبت بکنم رو خیلی خوب شاید بشناسید، یا اگر هم شناخت کاملی از شخصیتشون ندارید حداقل به عنوان عناصر رسانه‌ای خیلی فعال اونها رو بارها و بارها از طریق گیرنده های خودتون تماشا کردید. چند روز قبل خبری آمد مبنی بر استعفای سرکار خانم سیما ثابت، یکی از برنامه سازان و مجریان شبکه ایران اینترنشنال. این که با توجه به اینکه ما به هر حال زمان زیادی تا سالگرد درگذشت مهسا امینی نداریم، این تغییر و تحولات، استعفاها، رفت و آمدها چه معنایی داره، خودش میتونه منشأ سوال و ابهامات زیادی باشه. این که ما بخوایم افکار عمومی و جریان فکری مردم و مخاطبینمون رو به یک سمت و سوی دیگری جز آنچه که باید منحرف بکنیم، خودش میتونه محل بحث‌های زیادی باشه. ببینید، خانم سیما ثابت یا نام اصلیشون خانم زهرا شهرکی، متولد زاهدان در سال 1358 هستند. بعد از پایان تحصیلات متوسطه و پذیرش در دانشگاه یا یکی از دانشگاه‌های مشهد بهتره بگم، در رشته صنایع غذاییشون تحصیلاتشون رو به پایان رسوندن. سپس به یک کارخانه رفتن، در اونجا به عنوان ناظر کیفی محصولات غذایی استخدام شدن. مدتی رو اونجا به سر می بردن تا اینکه یک بنیاد بین‌المللی که در حوزه غذا داره کار میکنه، ایشون تونستن باهاش لینک بشن، که من نام این بنیاد رو روی کاغذ نوشتم که اشتباه نکنم، بنیاد ملل برنامه غذایی، که یکی از هدفهای مهم این بنیاد اینه که به کشورهای جنگ زده، قحطی زده و جوامعی که به هر حال با مشکلاتی از جمله فقر دست به گریبان هستن سرکشی میکنن، سعی میکنن به لحاظ تغذیه برنامه‌های مناسبی رو در اختیار اون جوامع به ویژه کودکان و بانوانشون قرار بدن و کارهای عامل منفعه این چنینی رو انجام میدن. خب خانم سیما ثابت بعد از اینکه با این نهاد یا بنیاد بین‌المللی به فعالیتش رو آغاز کرد، این اتفاق منشأی شد برای اینکه بتونه مهاجرت بکنه. در سالهای فکر میکنم 1384 بود که ایشون به کشور افغانستان رفتن در قالب یکی از فعالین حوزه غذایی، اونجا برای کودکان تغذیه‌های مناسبی رو فراهم دیده بودن، روی مباحثی مثل شرایط خاص بانوان کار میکردن، حالا خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم، و خب این منشأ اثری شده بود برای اینکه خانم ثابت بتونه وارد پروسه های دیگری بشه. پس از چند سالی فعالیت در این بنیاد، ایشون برای ادامه تحصیل به انگلستان رفتن و اونجا رشته روابط بین الملل رو درش تحصیل کردن و کارشناسی ارشدشون رو در این رشته دریافت کردن. فکر میکنم از سال 1386 یا 87 بود، یعنی همزمان با آغاز فعالیت های تلویزیون بی بی سی فارسی، ایشون هم جذب این سازمان شدن. مدتی به عنوان گوینده رادیو بی بی سی فارسی فعالیت میکردن، زمان کمی هم نبود، نزدیک به 10 سال فکر میکنم 10 یا 11 سال گوینده خبر این شبکه بودن. بعد از اون با راه اندازی شبکه ایران اینترنشنال، خب خانم ثابت نقل مکان کردن و از بی بی سی به شبکه ایران اینترنشنال رفتن، که البته بسیاری از همکاران دیگرشون هم چنین اقدامی رو انجام دادن. حالا نمیدونم، شاید مسائلی مثل بحث درآمد یا حقوق دریافتشون توی رسانه ایران اینترنشنال خیلی متفاوت تر بود تا بی بی سی فارسی. نهایتا اینکه در این رسانه نوین فعالیتشون گسترش پیدا کرد، دیده شدن. اصلا خود ایران اینترنشنال پس از 3-4 سال که از فعالیتش گذشت، تبدیل به رسانه جریان اصلی شد و در کنار شبکه‌های مثل بی بی سی فارسی، مثل وایس آف آمریکا، با محوریت خبر تولید محتوا می‌کرد و مخاطبین زیادی رو هم به خودش جذب کرده بود، تا اینکه حتی امروزه شاید بشه به جرئت گفتش که ایران اینترنشنال حتی از بی بی سی فارسی و وایس آف آمریکا هم مخاطبین بیشتری داره. خب خانم ثابت در این رسانه در قالب برنامه ساز و مجری و هدایتگر گفتگوهای تحلیلی تفسیری
فعالیت میکرد، کار میکرد، نسبتاً هم آدم موفقی بود تا اتفاقات سال گذشته بعد از درگذشت مهسا امینی عزیز که خب ما شاهد اعتراضاتی بودیم و کارکرد رسانه‌هایی مثل ایران اینترنشنال کاملا تغییر کرد. یعنی اینها به صورت روتین و هر روزه از یک ساعتی بریک نیوز اخبار مربوط به حوادث و اعتراضات مردم رو داشتن، هشتگ مهسا امینی رو هم هر روز بالا و گوشه تصویر شبکه‌شون ثبت می‌کردن و شماره افرادی که در واقع این هشتگ رو مورد استفاده قرار دادن، و بعد از اون هم کمپین های دیگری که به ویژه در خارج از کشور صورت گرفت و پوشش خبریش هم به صورت کاملا انحصاری و اختصاصی با شبکه ایران اینترنشنال بود. ولی خب ما باید ببینیم که اصلا ایران اینترنشنال که واقعا خیلی هم راحت تو دهن آدم نمیچرخه، به خاطر اینکه کدام ایران، کدام واقعا نشنال، کدام ملیت، شما دارید برای کی برنامه میسازید؟ بودجه شبکه ایران اینترنشنال کاملا سازماندهی شده و برنامه ریزی شده از طرف عربستان سعودی و همینطور کشور اسرائیل تأمین میشد. یعنی برخلاف شبکه من و تو که من چند روز پیشم راجع بهشون برنامه ساختم و گفتم که مثلا حالا خیلی معلوم و مشخص نیست که منبع درآمدی این شبکه از کجاست، هرچند که بعضن صحبت هایی میشه و اخباری داره منتشر میشه که چه نهادها و چه ارگان هایی دارن کمک میکنن، ولی تکلیف ایران اینترنشنال از روز اول کاملا روشن و مشخص بود. یعنی اومدن گفتن که بله بخشی از بودجه رو اسرائیل داده، بخشی رو عربستان و سعودی داده، و این رسانه قدری قوی و با زیرساخت های خیلی بزرگ و گسترده فعالیتش آغاز کرد که من یادم آقای حسن اعتمادی یک بار میگفتش که اگر حتی در ایران انقلاب بشه هم باز ایران اینترنشنال فعالیتش رو در انگلستان ادامه خواهد میده و حیات این رسانه محدود و متوقف به تغییر فضای سیاسی کشور ایران نخواهد بود، اونها منافع بلند مدت تری رو دنبال میکنن. طبیعتا وقتی رسانه ای رو بودجه به قول معروف هزینه هاش رو اسرائیل و عربستان سعودی تأمین میکنن، ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که آدم هایی که تو این رسانه کار میکنن یا محتوایی که داره در این رسانه انتشار پیدا میکنه عین به عین و نعل به نعل مطابق با منافع ملی کشور ما باشه. حالا باز بعضی از دوستان الان ممکنه بیان بگن که آقا مردم رو آگاه کردن، مردم رو فلان کردن، مردم رو بهمان کردن. نه عزیزم، اینجوری هم که شما تصور میکنید نیست. من میتونم چند نکته از این رسانه رو خدمتتون عرض بکنم تا بدونید اتفاقا تأثیرات مخربشون بیش از محتوای آگاهی بخششون بود. همین خانم سیما ثابت در برنامه‌ای که برنامه چشمانداز که فعالیت میکردن بارها عبدالله مهتدی رو دعوت کردن. خانم رعنا رحیم‌پور که از گویندگان خبر قدیمی بی بی سی فارسی بودن رسما مکالمه تلفنیشون با مادرشون منتشر شد که ایشون به مادرش میگه اینا اصلا به دنبال تجزیه ایرانن، چون عربستان سعودی به دنبال ایران قدرتمند نیست، عربستان سعودی به دنبال اینکه مردم ایران در یک جامعه آزاد همراه با توسعه اقتصادی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی بتونن تبدیل بشن دوباره به سرآمد خاورمیانه و یکی از مهمترین کشورهای به قول معروف حوزه خلیج فارس، که البته به هر حال ایران همواره و در همه دوره‌ها کشور قدرتمند و موثری در حاشیه خلیج فارس بوده، اما طبیعتا شرایطی که ما امروز داریم سیر میکنیم با آنچه که در گذشته سپری میکردیم خیلی متفاوته. خب عربستان سعودی چرا باید بیاد بودجه بگذاره که مثلا یک گروهی بیان تولید برنامه بکنن، مردم ایران رو به سمت آزادی هدایت بکنن، ترغیبشون بکنن که هر چه زودتر تحولات مثبتی رو در جامعه رقم بزنن و به نتیجه مطلوب برسن؟ یا اصلا عربستان رو بذاریم کنار، اسرائیل چرا باید همچین کاری رو بکنه؟ اسرائیل که از دوران پهلوی تا دوره فعلی همواره ایران رو رقیب خودش می‌دیده و به دنبال این بوده که خودش رو جایگزین قدرت ایران در منطقه بکنه، چرا باید بیاد شرایطی رو فراهم بکنه که ما بازگردیم به دوران شکوهمند توسعه و نمیدونم آزادی‌های اجتماعی و مسائلی از این است؟ پس بنابراین اونها دارن منافع خودشون رو دنبال میکنن. شاید بیان یک جاهایی
در حوزه تولید محتوا گام هایی رو بردارن، مصاحبه هایی رو انجام بدن، خبرهایی رو تولید بکنن که جذب مخاطب داشته باشن، که اول مخاطب رو ترغیب میکنن، مخاطب رو میکشونن سمت خودشون، بعد منافع خودشون رو دنبال میکنن. یعنی اول حیطه نگرشی و انتخابی مخاطبین خودشون رو در اختیار میگیرن و بعد میزنن به هدف، مثل اتفاقی که در 7-8 ده ماه اخیر افتاد. نه از حیث اعتراضات عرض بکنم، گرچه این رسانه ها به دنبال ایجاد فضای اعتراضی در ایران بودن، اما نه فضای اعتراضی که ایران رو وارد یک مرحله دیگر بکنه، یعنی وارد مرحله بکنه که مردم ایران با آزادی برسن، اعتراضی که مملکت رو بی ثبات بکنه و همون جوری بمونه، یعنی به همون حالت فرسایشی باقی بمونه و تبدیل بشه به یه باطلاقی که معترضان رو به جای که به سرمنزل مقصود برسونه در اون باطلاق فرو ببره و عملا انگیزشون رو و همه توانشون رو بگیره و ضعیفشون بکنه و خونه نشینشون بکنه، که امروز دارید میبینید عمده افرادی که حالا خسارتهای بدنی دیدن، احیانا ممکنه ناراحتیهایی براشون به وجود اومده بود، دستگیر شده بودن، تیری به چشمشون اصابت کرده بود، اینا همه الان در حال مهاجرت کردن و خروج از ایرانن. این یعنی چی؟ این یعنی که آقا ما دیگه انگیزه‌ای برای مقاومت نداریم، پس ترجیح میدیم که حالا که نمیتونیم کشورمون رو بسازیم، خودمون و زندگی خودمون رو بسازیم. خب این نگرش یعنی چی؟ یعنی شکست، یعنی گسست، و این فرایند و محصول تولید محتوایی است که شما 7-8 ماه پیش از رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال میدیدید و میشنیدید. نکته دیگر این که خب در همون دوره، همون زمانی که خانم سیما ثابت آقای عبدالله مهتدی به عنوان دبیر کل حزب تجزیه طلب کمله، که اصلا شما بالا برید پایین بیاد، چپ برید راست بیاید، بنده معتقدم که این حزب یک حزب تجزیه طلبه، مصاحبه های آقای عبدالله مهتدی با رسانه های کرد زبان هم نشان دهنده این نوع نگرش هست. حالا ایشون اومده تو بی بی سی مصاحبه کرده گفته آقا ما دنبال این مسائل نیستیم و اینا همه گزافه‌گوییه، چون ایشون یکی از دلایلی که تونسته اون جایگاه رو در حزب کمله بر عهده بگیره اینه که مردم کردستان رو به ویژه کردهای عراقی رو مجاب کرده که ما روزی مستقل میشیم و استقلالمون رو جشن خواهیم گرفت، و الان ایشون یک روز هم نمیتونستن در قالب مسئولیتی که در حزب کمله داشتن به فعالیتشون ادامه بدن. حالا گذشته از اینکه خانم سیما ثابت تقریبا هر شب یا یک شب در میون اینها رو می آورد روی آنتن، خانم رعنا رحیم‌پور گفته بود که اصلا دستور از رؤسا و دبیران اصلی شبکه ایران اینترنشنال آمده که باید عبدالله مهتدی در برنامه‌ها به عنوان کارشناس و تحلیلگر باشه، چون اینا می‌خواستن عبدالله مهتدی رو غالب بکنن به اپوزیسیونی که جریان اصلیش رو آقای رضا پهلوی داشت هدایت میکرد، و عملا میخواستن با این نفوذ و رسوخی که صورت میگیره اپوزیسیون رو بی دست و پا کنن، اپوزیسیون رو تضعیف بکنن و نگاه مردم نسبت به اپوزیسیون رو هم منفی جلوه بدن. در همون جریانات شاهد این موضوع بودیم که وقتی که مثلا اخبار اعتراضات مردم یا گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌هاشون در برلین، نمیدونم گوتنبرگ و شهرهای مختلف دنیا پخش می‌شد، در صف اولی که مقابل دوربین‌های ایران اینترنشنال قرار گرفته بودن، شما اولین پرچمی که می‌دیدید پرچم کردستان عراق بود، پرچم جعلی آذربایجان، نمیدونم شمالی و جنوبی و شرقی و غربی و این حرفا، پرچم بلوچستان بود، پرچم الاحواز بود، و تمام این گروهک ها و آدمک هایی که تجزیه طلبن و عمده شون هم در انگلستان اقامت دارن، اینا یهو رشد قارچگونه‌ای در فضای اینستاگرام داشتن. یعنی من پیج هایی رو میدیدم که مثلا طرف به عنوان یکی از نمایندگان حزب الاحواز در استرالیا یا در لندن داره برنامه سازی میکنه و از استقلال اهواز صحبت میکنه، اصلا اتفاقات عجیب غریبی که آدم به مخیلش هم نمیگنجه. بعد از اون خب این اعتراض واقعا اعتراض روشنی بود که آقا مگه این گرده همایی ایرانی های نیست؟ مگر افرادی که در برلین آمدن برای راهپیمایی مگه اینا ایرانی نیستن؟ پس پرچم آذربایجان مثلا شمالی به چه معنیه؟
پرچم آذربایجان جنوبی یعنی چی؟ بلوچستان چی میخواد این وسط؟ کردستان عراق چرا پرچمش صفحه اوله؟ یعنی اصلا پرچم ایران تو اقلیت قرار گرفته بود رسما. یه سری گروهای نمیدونم همجنسگرا و اینا بودن که اون پرچمای رنگین کمونی و این داستانشون رو میآوردن و عملا تبدیل کرده بودن به یک جوکستان اعتراضات خارج از کشور رو. و مردم ایران پای این برنامه‌ها نشسته بودن و وقتی شما بک‌گراند تصویر تظاهرات برلینه که صف اولش همش پرچم قومیت‌ها و گروه‌های مختلفه، معلومه که مردم دل نخواهند داد به اون اعتراضات. وقتی آقای عبدالله مهتدی میاد صف اول رهبری اپوزیسیون رو بر عهده میگیره، معلومه که مردم دل نمیدن به اون اعتراضات. وقتی همین رسانه ها، همین خانم سیما ثابت در پیج اینستاگرامیشون یا دوستان و همکاران دیگرشون بعد از شکست تیم ایران از انگلستان با تیترهای نمیدونم انگلستان ایران را نقره داغ کرد و فلان و بهمان آمدن و خوشحالی کردن، جشن گرفتن، پیک ها رو بالا بردن و به سلامتی انگلیسی ها در اصل خوشحالی خودشون رو در فضای مجازی اعلام کردن، باید می فهمیدیم که داره چه بلایی سرمون میاد. این رسانه ها به دنبال گسست بودن چون همبستگی مردم در اون شرایط میتونست مستوجب اقدامات عجیب و غریبی در تاریخ ایران بشه، میتونست تحولات بزرگی رو شکل بده. ولی نفوذی ها این رو بارها و در برنامه های مختلف هم اعلام کردم خدمتتون، نفوذ اینها در این رسانه ها و در اپوزیسیون خارج از کشور و هماهنگی و همکاری این افراد با همدیگه باعث شد که اعتراضات فرو بنشینه. وقتی خانم سیما ثابت از انتقام گیری در کف خیابون صحبت میکردن، مردم ما معلومه که میدونن ته ماجرا چیه. ته ماجرا جنگ داخلیه. این که من بخوام انتقامم رو برم از آدمی که تفکر مقابل منو داره بگیرم، این که بخوام یه آخوندی تو خیابون را میره برم عمامش رو بندازم، این وحشت تو دل مردم میندازه. چون بالاخره وقتی شما از همبستگی صحبت میکنین، همبستگی که مثلا بین فکل کرواتی ها فقط نیست، مگه در جریان انقلاب مثلا آخوندا اومدن گفتن که آقا حزب توده نباید تو انقلاب شرکت بکن؟ انقدر هماهنگی و یک پارچگی بین روحانیت و اعضای حزب توده بود که این فدایی های خلق و اینا در جریان اعتراضات سال 57 آقای خمینی رو پدر خطاب میکردن، قائد و راهبر خودشون میدونستن. سازمان مجاهدین خلق به همین چنین. شما کاری نداشته باشید که بعد از پیروزی انقلاب در روی فاصله 2-3 سال بعدش چه اتفاقی افتاد. ما داریم راجع به روزهایی که انقلاب شکل گرفت صحبت میکنیم. کجا دیدید آقای خمینی بیاد بگه آقا ما مسلمانیم، اینها کافرن و اینا اصلا باید، اینا مرتدن و اینا باید اعدام شن، اصلا همین الان قبل از اینکه انقلاب پیروزی برسه ما باید اول اینا رو تکلیفشون رو روشن کنیم؟ به هیچ عنوان. حتی ایشون در صحبت‌های خودش میومد اعلام میکرد که آقا این مثلا کمونیست‌ها میتونن رسانه داشته باشن در فردای ایران آزاد. بعد اون وقت شما ببینید در صفحات این افراد، در شبکه‌های تلویزیونیشون چگونه داشت تبلیغات صورت می‌گرفت، چگونه مردم رو به جون هم مینداختن، چگونه مشوق یک جوون 17 ساله 16 ساله می‌شدن که مثلا تو خیابون یه عمامه یا آخوندی رو اثرش برداره، به جای اینکه بیان همبستگی ایجاد کنن بگن آقا جامعه مذهبی هم میتونه معترض باشه. و من بهتون بگم، فکر نکنید که همه مذهبی ها طرفدار جمهوری اسلامی هن، اتفاقا اکثریت قریب به اتفاقشون زاویه دید دارن با جمهوری اسلامی و مهمترین دلیل اختلاف سلیقه‌شون با جمهوری اسلامی اینه که معتقدن اسلام رو اونطور که باید رعایت نمیکنه و حتی تخریب هم داره میکنه. بعد شما به جای اینکه اون قشر رو بیایید همبسته خودتون بکنید، با این اقدامات و با این ابتکاراتی که به خرج دادید عملا بخشی از جامعه رو راندید و این همبستگی رو مزمحل کردید. حالا شما بیا الان بگو که آقا نه باید این کارو میکردن، نه باید این کارو میکردن، نتیجه شو دیدیم. واقعیت همینه، کاری هم نمیشه کرد به دلیل اینکه متاسفانه ما همواره یک قدم از رسانه هامون عقب تریم. این مایی که میگم منظورم جامعه است. جامعه تا متوجه بشه که چه اتفاقی داره رخ میده و کی کجای تاریخ وایساده، این اصطلاحی است که میگن در سمت درست
تاریخ نمیدونم ایستادیم یا نه ایستادیم، تا رسانه ها و مردم در اصل متوجه بشن که رسانه ها در کدام سمت تاریخ ایستادند، شاید طوفان بیاد و هممون رو با هم دیگه ببره. به مرور زمان بعد از اینکه خب تأثیر و تأثیرات خانم علی نژاد کم رنگتر شد به واسطه اینکه دستش رو خوندن، رسانه سعی کرد، به خصوص خود ایران اینترنشنال سعی کرد که خانم ثابت رو بولدتر بکنه در نشست های فکر میکنم مربوط به سازمان ملل، یکی دو بار ایشون رو دعوت کردن، حضور داشتن که از جانب مثلا جامعه زنان و جامعه بانوان اظهار نظر بکنن و از این مسائل این چنینی. گذشت 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 و رسیدیم به جایی که حالا خانم ثابت اومده میگه که من کرامت انسانی رو بالاتر از اون دیدم که بخوام در رسانه ایران اینترنشنال فعالیت بکنم، و به همین بسنده کرد و خروج خودش از این رسانه رو به این شکل اعلام کرد. یکی دو روز بعدش یه فردی برایشون دایرکت میفرسته مبنی بر اینکه خب خانم ثابت ما خیلی دوست داشتیم شما رو، ای کاش شما ادامه میدادین، اگه مشکلی بود حل میشد، خب به هر حال شما در مسیر آگاهی بخشی به مردم مثلا نقش بسزایی داشتید از این حرفا. ایشون هم گفت بله مسیر آگاهی بخشی حتما که قطع نخواهد شد و ادامه خواهد یافت و مردم آگاه میشن و فلان میشن و بهمان میشن. این فرد، این دوست که در دایرکت پیام میداده، به مجدد میپرسه که، یعنی نمیپرسه، مطرح میکنه که ولی با این وجود ای کاش شما بودید، حیفه که نیستید. و خانم ثابت اعلام میکنه که در جایی که مثلا فرداد فرحزاد وجود داره که آزار داده ظاهرن ایشون رو، حالا خیلی ها این آزار رو یک آزار جنسی میدونن، بعضی ممکنه این آزار رو یک آزار روانی قلمداد بکنن، نمیدونم، یک تعرض باشه، توهین بوده باشه، من اینجا چون به هر حال واقعا نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاده، نمیخوام بگم که ایشون مورد تجاوز جنسی یا آزار جنسی قرار گرفته توسط آقای فرداد فرحزاد، و اصولا فرداد فرحزاد مگه چه تأثیری در اون رسانه داره که بخواد پشت صحنه آدمهایی مثل خانم ثابت رو مورد تعرض قرار بده؟ مگه قوانین و قانون این اجازه رو اصلا میده که چنین اتفاقی به وضوح رخ بده و اون طرف هم راست راست واسه خودش راه بره و هیچ کسی هم کاری به کارش نداشته باشه؟ به هر حال قوانین آمریکا تا جایی که میدونم و همینطور قوانینی که در اروپا حاکمه اصلا چنین جوازی رو صادر نمیکنه که یک فرد بخواد به دیگری تعرض بکنه و هیچ مشکلی هم متوجهش نباشه. شاید ما در ایران چنین مشکلات و معضلاتی رو تجربه کرده باشیم، دیده باشیم یا داشته باشیم، ولی در اروپا و آمریکا دیگه نمیشه اینگونه موضوع رو تحلیل کرد. حداقلش اینه که یا یک اتفاق خاصی رخ داده. من استنباط و احساسم اینه که ظاهرن به دلیل نفوذی که آقای فرداد فرحزاد در استودیوی آمریکای تلویزیون ایران اینترنشنال داره، و خب میدونیم که مدتی قبل هم خانم سیما ثابت هم نقل مکان کرده بودن به ایالات متحده آمریکا و برنامه ها رو از اونجا تولید میکردن، اصلا خود این نقل مکان شبکه ایران اینترنشنال و پرسنلش از انگلیس به آمریکا خودش محل بحثه، بهتونم میگم چگونه و چرا. اگر مقامات ایران به دنبال این بودن که اعضای رسانه ایران اینترنشنال رو ترور بکنن یا اتفاق این چنینی براشون ایجاد بکنن، طبیعتا نمی اومدن تهدیدشون بکنن، کارشون رو میکردن، تمام شد میرفت، آب از آبم تکون نمیخورد. ولی وقتی میاد طرف میگه که مثلا یک مقامی، یک مسئول امنیتی ممکنه ایمیل زده باشه یا اینها رو تهدید کرده باشه، معلومه که این تهدید قرار نیست عملی بشه، فقط قراره که اون فرد رو بترسونه. و وقتی شماها که در استودیوهای خودتون نشستید و مردم رو ترغیب میکنید که بیان تو خیابون، پس طبیعتاً باید هزینه این ترس رو هم بپردازید. به محض اینکه کوچکترین تهدیدی صورت گرفت، رسانه یک هفته اصلا تعطیل بود، یعنی پرسنل رفت و آمدشون محدود شده بود، به شدت ترسیده بودن و خانم ثابت و تعداد دیگری از همکارانشون هم فوری مهاجرت کردن به ایالات متحده آمریکا. خب مثلا کسی بخواد شما رو ترور بکنه تو انگلیس میتونه، تو آمریکا نمیتونه؟ این چه شویی بود که راه انداختیم؟
چه آقا ما الان مثلا ما هم داریم هزینه میدیم مردم، اگه ما به شما میگیم برید کف خیابون، آقا ما خودمون هم اینجا در معرض تهدیدیم. کدوم تهدید؟ کی کیو تهدید کرده؟ رؤسای تلویزیونی شما که جزو معاونین وزارت ارشاد جمهوری اسلامی در زمان آقای خاتمی بودن، خودشون که خودشون رو نمیان تهدید بکنن یا از بین ببرن. اصلا چرا باید این کارو بکنن؟ چه نعمتی بزرگتر از حضور ایران اینترنشنال برای اینکه همه اتفاقات جریانات اعتراضی هر چه سریعتر فروکش بکنه؟ اصلا چرا؟ چه تهدیدی؟ عین نعمت این رسانه و محتوایی که داره تولید میکنه. همین چند روز پیش یک برنامه، یکی از همین برنامه‌های چشم انداز بود، در واقع خانم سیما ثابت درش فعالیت نمی‌کرد، یه خانم دیگری بود، فکر کنم خانم قرایی بودن که مجری برنامه بودن، یک سری کارشناس و تحلیلگر و استاد دانشگاه اینا رو هم آورده بودن و خانم قرایی به عنوان مجری برنامه اعلام کرد که این درسته که میگن آقای خمینی سطح سوادشون بین رهبران ایران در طول تاریخ از همه بالاتر بوده. همه ی عزیزانی که فوکل کروات کرده بودن و نشسته بودن و همشون هم خارج از کشور بودن و وقتی هم باشون میشینی صحبت میکنی دایه های مهربون تر از مادر هستن، گفتم بله ایشون باسوادترین فرد در بین رهبران سیاسی ایران بود. بله البته که آقای خمینی در حوزه تخصصی خودشون که فقه باشه آدم بی سوادی نیستن و کتابهایی هم که دارن کتابهای بسیار بسیار نافذی است در بین فقهای شیعه و البته دانشی که ایشون نسبت به فلسفه دارن که مورد تایید پروفسور نصر هم به عنوان یک دانش آموخته فلسفه قرار گرفته. ما نمیگیم که آقای خمینی بی سواد بودن، ولی وقتی این عبارت و این کلید واژه مطرح میشه که با سواد ترین بودن و بعد همه حضرات هم میان تایید میکنن که بله بودن، معلومه که اصلا اینجا موضوع چیز دیگه است. وقتی چپهای اسلامی دارن یک رسانه رو هدایت میکنن، شما نباید انتظار داشته باشید که محصول اون رسانه برای شما چیزی جز تثبیت وضعیت موجود باشه. حالا ممکنه یه خانومی اونجا بی‌حجاب هم بیاد، یا آقای هم کت شلوار و کروات داشته باشه، پرچم شیر و خورشید هم بیان نصب بکنن، اصلا بیان صبح تا شب هم فحش بدن به جمهوری اسلامی. آقای اکبر خوشکوشک از معاونان برومرزی وزارت اطلاعات در مصاحبه که با نشریه صدا داشت که مربوط میشه به چند سال پیش، گفت آقا شهرام همایون مخالف جمهوری اسلامی بود. ما رفتیم به شهرام همایون گفتیم که آقا تو مخالفی؟ اوکی، ما به تو کمک هم میکنیم، پولم بهت میدیم، فحشت هم بده، ولی فحشایی که ما میگیم و بده و به اون افرادی که ما میگیم فوش بده. تو که میخوای فوش بدی به مقامات جمهوری اسلامی هم میخوای فوش بده دیگه، آقا فوش تو بده، پولت هم بگیر، ولی اونی که ما میگیم فوش بده و اون فوشی که ما میگیم رو بده. اینه ماجرا. بعد وقتی که خانم سیما ثابت میاد مهمترین مجری شبکه ایران اینترنشنال رو این چنین زیر سوال میبره، یعنی آقای فرداد فرحزاد رو، یعنی اون عملا با خروجش از ایران اینترنشنال داره اعتبار این رسانه رو ثابت میکنه، رسانه‌ای که به گواه خودشون و نظرسنجی هایی که صورت گرفته پرمخاطب ترین رسانه خبری اپوزیسیون در خارج از کشور برای جامعه ایران هست. وقتی اعتماد مردم نسبت به یک رسانه کم رنگ بشه، دیگه باورپذیریش نسبت به اون محتوا پایین میاد، کاهش پیدا میکنه و حوزه نفوذ اون رسانه از بین میره. شما و ما رو در اصل، همه ما رو در یک دوره تسلسلی انداختن. یه مدت میان یه بابایی رو براتون بولد میکنن، اون آدم میشه اصلا شمایی از رهبر اپوزیسیون میگیره به خودش، به عنوان یک نیروی کارآمد مؤثر در اپوزیسیون مطرح میشه، مردم گرایش بهش پیدا میکنن، سمپاتی باش پیدا میکنن و نهایتاً میبینیم که در یک بازه زمانی کوتاهی یک گروهی میان از همون فضای اپوزیسیون اینا رو تخریب میکنن، از بین میبرن
و مردم دچار سرگردونی میشن، میگن که فرداد فرهزاد هم متجاوز در اومد، سیما ثابت هم مثلا اینطوری در اومد. این بلا در سال 88 سر خود شبکه بی بی سی فارسی اومده. یعنی شما در نظر بگیرید مخاطبین ایرانی در اوان انتخابات به شدت مخاطبش این شبکه، حتی مقامات سیاسی تماس میگرفتن، صحبت میکردن با بخش های مختلف خبری شبکه بی بی سی فارسی و عملا تبدیل شده بود به مخاطب ترین، پر مخاطب ترین شبکه فارسی زبان بین المللی برای مردم. اما یک سری آدم اومدن در اوج اعتراضات، مثلا از خیابون زنگ میزن میگه بله ما الان توی فلان خیابون هستیم، اینجا همه دارن اعتراض میکنن، همه دارن شعار میدن، همه دارن اسم موسوی رو مثلا صدا میزنن و اینا. بعد یهو همین وسط این صحبت ها اون طرفی که تماس گرفته بود و به صورت زنده داشت صداش پخش میشد، دو تا فوش نثار اینا میکرد و میگفت مثلا زنده باد احمدی نژاد، گوشی رو قطع میکرد. مخاطبین بعد از این مدت دیدن که اینا انگار نیروهای اطلاع رسانشون از ایران تبدیل شده به یه سری جاسوس و نمیدونم دلغک و کسایی که میان مسخره بازی در میارن. طرف میاد مثلا یه گزارش کامل میده از این که مثلا در فلان خیابون چنین اعتراضاتی شکل گرفته، بعد آخرش هم قهقه میزنه زیر خنده میگه درود بر احمدی نژاد، گوشی رو قطع میکنه. و چون برنامه زنده است اینا هم کاری نمیتونن بکنن. یا روی خطای مثلا برنامه‌هایی که مبتنی بود بر تماس تلفنی با مخاطبین، یا میدیدی یارو میاد یه فوش خار و مادر نثار مجری برنامه میکنه و تلفن رو قطع میکنه. حالا تا طرف بخواد بیاد اون دکمه رو بزنه و صدا رو بگیره و تصویر رو بگیره و اینه، کار از کار گذشته. ما اینا رو داریم، اینا که حالا میگم رسانه های جریان اصلی هن. یه سری رسانه کوتوله هم داریم که اینا عمدتا در لس آنجلس هن، مثل مثلا تلویزیون ITN و حالا تپش و اینا. آقای شبخیز دوست عزیز که الان اپوزیسیون شدی، دلت برای مردم میتپه، قلبت برای مردم میتپه، شما که تا سال مثلا 1386-87 ارگان تبلیغاتی شرکت‌های تجاری ایران بودی، حالا اون شرکت‌های تجاری رو کیا مدیریت میکردن، چه ربط و ضبطی با دولت و حکومت داشتن یا نداشتن یه بحث دیگه است. اصلا دلیل این که به شما تبلیغات میدادن این بود که شما برنامه‌هات سیاسی نیست و شما یک کلمه راجع به سیاست حرف نمی‌زدی. برای اینکه نمی‌خواستی تبلیغاتتو از دست بدی. رفته رفته که فضا عوض شد و دیگه اون تجار نبودن که بخوام به شما تبلیغات بدن. به دلیل تحریم‌ها بسیاری از اون شرکت‌ها شعبه‌های خودشون در امارات متحده عربی و ترکیه و جای مختلف رو اومده بودن تعطیل کرده بودن و دیگه عملاً شرایط برای آگهی دادن به تلویزیون شما مهیا نشد. و دیدی دست دیگه به هیچ جا بند نیست و مخاطبینت رو هم از دست دادی، اومدی شروع کردی سیاسی شدن و سیاسی حرف زدن. اینکه آدم ها سیاسی باشن و سیاسی حرف بزنن، اظهار عقیده بکنن، هیچ اشکالی نداره. ولی اینکه یهو وقتی که ببینن بازارشون کساد شده بیان این کارو بکنن، دیگه ماجرا چیز دیگری است. پس بنابراین عزیزان دوستان، بسیار مراقب باشید و مراقبت بکنید از ذهن خودتون، از اندیشه خودتون و فریفته آدمک ها نشید. همین آقای فرداد فرهزاد از 17 سالگی ایران رو ترک کرد، در امارات متحده عربی ساکن شد، در اونجا همین فرد، همین آقای فرهزاد مستندی ساخت که حالا امیدوارم که اسم خاصی هم داشت، ابودلغکان کمانچکش. و در این مستند رسانه‌های فارسی زبان سیاسی خارج از کشور رو به نقد و به چالش کشید که به هر حال در زمان خودش هم خیلی مطرح شد. بعد از اون شروع کرد با شرکت‌های تبلیغاتی و شرکت‌های تجاری کار کردن، براشون فیلم‌های تبلیغاتی می‌ساخت در امارات. سپس با بی بی سی فارسی آشنا شد، شرایط مهیا شد برای اینکه او از امارات به انگلستان بره، در بی بی سی فارسی مشغول به کار شه. یعنی خودش شد محصول مستند خودش. ایشون کلیه رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را آمد به باد نقد کشید، به بوته نقد کشید و بعد از اون
خودش شد پرسنل این رسانه ها. و از اون وحشتناکتر اینه که در مصاحبه، یا مصاحبه که نبود، در از گفتگویی که در کلاب هاست آقای فرداد فرحزاد حدود 2 سال قبل 3 سال قبل داشت، در پاسخ به سوال فردی که ازشون میپرسه یعنی مثلا اگر فردا آقای حسینی شریعت مداری به شما پیشنهاد بده که در روزنامه کیهان کار بکنید، شما پیشنهاد ایشون رو میپذیرید؟ و آقای فرحزاد میگه بله، اگر پول خوبی بهم بده و شرایطش برام اوکی باشه چرا که نه. گفت با علم بر نگرش آقای شریعت مداری میپذیرید؟ گفت آره، من خبرنگارم، کارامو میکنم، من امنیت ملی ایران و آمریکا و انگلیس و کجا و کجا برام فرقی نمیکنه. پس حالا که براتون فرقی نمیکنه و انقدر حرفه‌ای به کارتون نگاه میکنید و اصلا هم براتون ملاک نیستش که پولتون، بودجتون رو کیا دارن میدن و ازتون چی هم میخواد، صرفا شما به دنبال این هستی که کارت رو درست انجام بدی، ادای وطن پرستان رو هم در نیارید، ادای دغدغه‌مندها رو هم برای مردم ما در نیارید. اوضاع بحرانی مردم، رسانه ها رو رصد بکنید، همشون هم من توصیه میکنم ببینید، اما در تصمیم گیری بر این نکته که کدومشون درست میگن کدومشون غلط میگن، چی رو درست میگن چی رو غلط میگن، حتما سعی کنید که ذهنتون تحلیل محور باشه. چون اگه قرار باشه هر چی به شما ارائه میشه 0 تا 100ش رو بپذیرید یا 0 تا 100ش رو رد بکنید، که این دیگه نمیشه، اصلا آدم مغزش منفجر میشه، چون هر روز داره محتواهای مختلفی میاد و آدم رو درگیر خودش میکنه. در هر صورت خیلی خوشحال شدم از اینکه باهاتون هم کلام شدم، امیدوارم این برنامه رو دوست داشته باشین. ببینین تو رو خدا من کوچکتر همتون هستم، بی سوادتر از همه شما عزیزان، اما نکاتی که میگم رو یه مقدار روش بیشتر دقت بکنید. بیش از این مزاحم وقتتون نمیشم. عزیزانی که تمایل دارن از برنامه‌های من و کانال من حمایت داشته باشن یا دونیت بگذارن، میتونن از طریق گزینه سوپر تانکس این کار رو انجام بدن. خداحافظتون.